دلت اون کی بود زنگ زد به من؟ نه والا مهداد آسمانی. ها من خودم زنگ زدم. چی گفتم بهت؟ گفتی این آدم که به هنرمنده توهین کرده. آها همینجا نگرش را پس حب کن. کمکم کردی، مرسی. خواهش میکنم. ببین علی جان، شما هم حالا منو کمک کن. در این چند سالی که، بیست و چند سالی که خانم آتشین در فضای لس آنجلس یا موسیقی به طور آزاد حضور نداشتن، اگر بیشتر از بقیه دوستان رو جلد مجله ها نبودن، کمتر هم نبودن، درسته؟ بله. درست میگم؟ خب بله. تبلیغات برایشون کم بود؟ نه. خب دوستان خواننده های محترم وقتی رو صحنه میرفتن از ایشون یاد میکردن با احترام؟ همه ایشون رو دوست داشتن، همه دوست داشتن ایشون رو ببینن، همکاران قدیمیش دوست داشتن ببیننش. ببین علی جان، ایشون یک چهره‌ایه که من فکر میکنم که اگه شما بخواین از 5 تا آدم معروف، سرشناس و دوست داشتنی در کشور ما اسم ببرین، اگه ایشون اولی نباشه دومیه بدون شک. خب کامنت هایی که ایشون میده هم، نظریاتی که میده، خب مهمه دیگه. هر جد یه ستاره دوست داشتن، حتی در کشورهای همسایه ما ایشون از محبوبیت خاصی برخورداره. خب همه منتظر که ایشون هم اومده، خوشحالم بودن ها. از جمله آقای شمعی زاده ناراحت بود از حضور ایشون؟ نه، خیلی هم خوشحال بود. یار قدیمیش اومده بود، کسی که آهنگهاشو بهش سپرده بود، شهریار قنبری، این در این سالها همیشه به نیکی یاد میکرد. ولی ایشون ناگهان در یک مصاحبه به ناحق کامنتی دادن که معلوم بود که این کامنت به صورت انشاء نوشته شده و ایشون داره انشاء میخونه. یعنی صاحب اون نظر آقای کیمیایی بود، مسعود کیمیایی بود صاحب اون نظر، نه ایشون. و ایشون با یک ژست خاصی جواهر خودشون رو معرفی کردن و موسیقی رو در لس آنجلس گفتن این اسمش هنر نیست، ابتذاله. ها؟ خب این کامنت برای کسانی که در غربت از صفر، شما فقط یک لحظه برگرد پس از انقلاب 57 که بچه ها سفر کردن به آمریکا، نه زبانشون خوب بود، نه اصلا میدونستن استودیو کجاست، نه میدونستن باید چی کار بکنن، دلهوره، غم، اندوه، و اینا بار این ترانه و موسیقی رو به دوششون کشیدن تو این سالا. خود ایشون اون اوایل که اینجا بود با وضعیت خیلی بدی از آمریکا رفت به ایران اول انقلاب. چطور ممکنه که زحمت 25 ساله همکاران خودش رو یک شب کامنت ناجوریه، اونم از طرف یه آدم بزرگ، آدمی که به هر جهت حضورش یه تحول بزرگه، یعنی مهمترین اتفاق موسیقی در غربت حضور ایشون بود، مگه شک داری شما؟ ولی کامنتش کامنت درستی نبود. بعداً نسخه‌ای کرد در مجله جوانان. در چه موقعی؟ جان عرض میکنم در زمانی که با من همکاری کرد، عرض میکنم. و شما به دلیل اینکه صاحب اون قرارداد بودین، همیشه هم با کسانی که قرارداد بستین رگه گردنی کار کردین، من اینو شهادت میدم. یعنی شما با کسانی که قرار کار میذارین رگه گردنین، هم دیگه همه جوره حمایت میکنه. شما مخالفت با شما نبود، مخالفت با کامنت ایشون بود. نه و اینکه چرا من که مال این شهر هستم چطور ما میسی پشت سر نه نه آها پس معلومه دیگه، معلومه هم چه اتفاقی میفته. یعنی ایشون یک شبه اومد تمام این زحمت ها رو ریخت پایین و تو پشتش وایسادی، معلوم خب دشمنی میشه باهات. اصلا چه طبیعیه این دلخوری؟ فقط آسیبش به شما نرسید، به من هم رسید. یعنی آسیب مشترک داره این. چرا؟ برای اینکه خب دلخور بودن، همه ناراحت بودن از ایشون. ایشونو همه دوست دارن بدون شک، هم مشو خانم فروهر همیشه مگه به نیکی یاد نکرده؟ مگه نگفته من الگو میشونه؟ مگه این کارو نکرده؟ همه باش مهربون رفتار کردن.
ولی ایشون نامهربانی کرد در اون مصاحبه، یعنی انشا خوند. بعدا هم گفت نه من گفتم که اون کسانی که چیزایی که من شنیدم، یعنی یه بلا نسبت هم نداشت وسطش، یعنی دور از جون دوستان، اصلا گفت همکاران قدیمی من. آیا فکر می‌کنی یعنی کامنت ایشون در مورد همکاران قدیمی بله. خودش بود. خب پس تکلیف قدغن چی میشه؟ تکلیف نون و پنیر و سبزی چی میشه؟ مرا به خانه هم ببر چی میشه؟ یکی را دوست میدارم چی میشه؟ اینا چی بود پس؟ وقتی که بنده با ایشون آشنا شدم، بنده به ایشون دو تا سه تا سی دی دادم و ایشون این کارو گفت من این کارا رو نشنیده بودم. و ایشون در مجله جوانان نوشتن که مصاحبه‌ای داشتن که من کپیشم میتونم بدم، میتونم این برنامه من پخش کنم. نوشتن من یک عذرخواهی بزرگ به مردم ایران و هنرمندان بدهکارم بابت حمایتشون از دوم خرداد، جریان دوم خرداد و آقای خاتمی و این داستان، معذرت خواهی کردم. این انشای کی بود؟ مرداد آسمانی؟ نه نه انشا نبود. چرا انشای من؟ من میگم سی دی ها رو بهش دادم. آقا من ترانه ها رو دادم گوش کردم، میگم این ترانه ها مبتذله، این ترانه ها بده. میگه نه. و فهم متوجه شده که اون کامنت درستی نبوده. انشا چرا؟ علی جان وقتی من وقتی من انشای مسئول کیمیایی بود. شک نکن اون انشای آقای کیم انشا خوند. اون مت، اون حرفا حرفای ایشون نبود. شک نکن. به دلیل اینکه اصلا روشنه. آره ولی با اخلاقی که شما از خانم گوگوش می‌شناسی، بله. من می‌شناسم و اطرافیان می‌شناسن، گوگوش هم آدمی نیستش که بیاد بگه من یه بدهکاری دارم به مردم ایران و هنرمندان. نه 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 اجازه بده عزیزم، اجازه بده. من نه نه گوگوش تو این فضا همچین جمله میگه. چرا؟ آره میگه. من نشدم. به نظر من میگه. شاید شما اون گوگوشی که شما دیدین گوگوشی رو دیدین که با کیمیایی بوده، آقای کیمیایی بوده. من ببخشید که اسم آقای کیمیایی رو میارم، ایشون از کارگردانای بزرگ و نازنین سرزمین ماست و صاحب سبک. من مجبورم اینجا اسم ایشون رو بیارم چون راه دیگه ای ندارم. ببین عزیزم یک معادله ایه که کاملا روشنه. آقای کیمیایی که نیومده بود اینجا بمونه، که نمیخواست اینجا بمونه، که اومده بود اینجا این چند تا کنسرت اجرا بشه، یه فیلم هم درست بکنن و برگردن برن، درسته؟ کاملا. پس ایشون آینده خودش رو در آمریکا به خطر نمینداخت. آینده ایشون زمانی به خطر میافتاد که به منافع نظام جمهوری اسلامی لطمه بزنه. غیر از اینه؟ خیر. ایشون هم دلش نمیخواست لطمه بزنه. تنها راهش چی بود؟ تنها راهش این بود که همین طاغوتی هایی که اونا به ما به این بچه‌ها میگن طاغوتی رو ضرب فنی کنن. توسط کی؟ توسط یک خواننده‌ای که حرفش مورد توجه همه ایران بود. و بعد خوشبختانه ایشون متوجه شد، ترانه ها رو گوش کرد و عذرخواهی کرد. نه چشک. از این طرف دیگه هم چون ماندگار شد. اینم هست. چون ماندگار شد. اینم هست. به هر جهت موندن ایشون هم اینجا خودش داستانی داره. موندن ایشون هم اینجا خودش داستانی داره. من فکر میکنم ایشون هم دلش در ابتدا فکر نمیکرد اینجا بمونه. من فکر میکنم ایشون هم دلش میخواست برگرده. موافق هستم تا برنامه لاس وگاس. تا اون زمان لاس وگاس کجا؟ لاس وگاسی که ما داشتیم. بله. تا اون لحظه من نمیدونم راجع به کدوم برنامه شرف. دو شب ما در لاس وگاس پشت سر هم برنامه داشتیم. بله. رفتار خانم گوشت از اون در اون شب و نوع اجرایشون در اون شب. آقای کیمیایی کجا بودن اون موقع؟ ایران. شک نکنید. یا ایران بوده یا ایشون یه دوربینی که خانم گوشت براشون خریده بودن برداشتن و رفتن. من خریده بودم. شما خریده بودی برداشتن و رفتن. خب دیگه آقای کیمیایی وجود نداشت. ماهی لیس خورد پرید. یعنی آقای کی حالا چرا این اتفاق افتاد؟ من چون اینجا چیز هستش، من و شرکا. بله. آقای امیر قاسمی، آقای کیمیایی تا زمانی که خانم گوگوش در ایران بودن و روی صحنه نبودن، داستان اینجوری بود. آقای کیمیایی خانم گوگوش، درسته؟ وقتی اومدن اینجا شدن آقای کیمیایی همسر خانم گوگوش. آدرس عوض شد و این به هر جهت خیلی سخته برای یک شخصیتی مثل کیمیایی که بخوان معرفیش کنن، آدرس بدن به عنوان گوگوش.
اصلا ایشون حتی زیر بار هم نمیرفت که ایشون همسرشونن. مصاحبه رو که یادتونه که خود منم گفتم. بله. ولی بنده طلاقنامه‌شون رو دیدم. یعنی آقای کیمیایی هم دروغ میگفت. من طلاقنامه اینا رو دیدم خودم. یعنی خانم گوگوش طلاقنامه رو نشون من داد. گفت این سندیه که ایشون دروغ میگه، بنده همسرشون بودم. من میخوام بگم البته هنوزم در تماسن. باز هم در تماس هستن. تأثیر ایشون مسلما بدونین در خیلی از رفتارهای امروز ایشون هم مشخصه. ببین علی جان، یک چیز روشنه، یک مسئله مخفی نیست کاملا. اینجا نه به من مربوطه که در مورد این ماجراها حرف بزنم، نه بنده داروغم که بخوام راجع به این مسائل حرف بزنم، اما چون سوال میکنی خب جواب میدم دیگه. خب چیکار کنم؟ نمیتونم دیوار تماشا کنم که. شاید خیلی از دوستان هنرمند دوست می‌دارن که وقتی در مثلا شما میشینی با هر کسی مصاحبه می‌کنی اسم اونا هم بیاد، اصلا بشینن نیم ساعت 45 دقیقه در مورد اونا حرف بزنن، چون میگن تبلیغ منفی تبلیغ مثبت هم هست، گاهی سوار این امواج منفی میشن کاملا. این چیز عجیبی هم نیست، شاید خود اونا دوست داشته باشن. اما این موضوعی که شما مطرح می‌کنی اون کامنته بود که شما رو دوچار درد سر کرد. اگر اون کامنت نبود مطمئن نبود، مطمئن باشین شما دوچار درد سر نمیشدید. اون کامنت کامنت سنگینی بود برای همه کسانی که 25 سال اینجا جون کندن. قبول میکنم، اما یه صحبتیه. خانم گوگوش یک شخصیت فراموش نشدنه، یک شاهمایه موسیقی ما، ولی صحبت همیشه این بوده که ایشون هر زمانی که با هر کسی نزدیکی داره یا منیجمنتشه یا دوستیشه، ایشون تحت تأثیر اخلاق و افکار اون شخص قرار میگیره. خب پس ایشون تحت تأثیر منیجمنت آقای خوشزبان قرار گرفت؟ نه بخاطر اینکه تحت تأثیر بود. نه تحت تأثیر رفتار شما قرار گرفت؟ نه چون من باشون کار چیزی نداشتم غیر از اینکه یه برنامه اجرا بشه. پس شما راجع به من آخر شما راجع به منیجمنتش حرف میزنی؟ نه کسانی که نزدیکش هستن. آه اون یه بحث دیگه است. کسانی که نزدیکش نه اون اصلا یه بحث دیگه است. شما فرمودی منیجمنت. نه کسانی که نزدیکش. خب اون یه بحث دیگه است. اونو من نمیدونم، شاید باشه اینطوری. حتما هست. حتما به هر جهت شما وقتی که مشاورین خوبی باشن راه درست رو انتخاب میکنی، اگر مشاورینت مشاور بدی باشن راه غلط رو انتخاب میکنی. اون فرق میکنه با منیجمنت اون درسته. اطرافیانشون بله درست. شما نقشتون به چه عنوان بود؟ آخه علی جان شما داری از یک وسط ماجرا میری تو. نه فقط این سوال بعد برمیگیریم از اول ماجرا. همکار همیشه علی جان من تصمیم بد رو نمیپذیرفتم. تصمیم غلط رو نمیپذیرفتم، ولی اگه ایشون دلش می‌خواست یه کاری رو بکنه انجام میداد. تصمیم غلط چی بود؟ هر اتفاقی که تصمیم غلط باشه، هر اتفاقی که اسمش تصمیم غلطه. اوکی. من اونو نمیپذیرم. بریم اول از همه به آشنایی شما با خانم گوگوش. بله. این آشنایی چطوری صورت گرفت؟ من یک آلبومی رو تهیه کردم با خانم زاکاریان، زویا زاکاریان، به نام جادوی عشق. دو تا ترانه در آلبوم جادوی عشق، فاصله افتاده بین من و تو، دست من نیست، گاهی وقتا روزم آفتابی نمیشه، حتی با معجزه عشق آسمون. اما وقتی خانم زاکاریان مطرح کرد با من این ترانه ها رو و گفت ایشون گفتن که من الان مشغول فیلمم، دارم فیلم بازی میکنم و سرگرم ساختن فیلمم و الان نمیتونم ترانه ضبط کنم، گفتم خب زویا جان من این ترانه ها رو دوست دارم، به ایشون بگی این ترانه ها رو بدم به من، بنده پولشو میدم به شما یا به ایشون، بعدا ترانه دیگه به ایشون بدین، الان 2 سال 3 سال این ترانه خوابیده رو زمین. خب خانم زاکاریان تلفن زدن، ایشون هم موافقت کردن، دو تا ترانه رو منتقل کردن به من، فاصله و دست من نیست. در همین آلبوم ترانه کیو کیو بنگ بنگ بنده ساخته بودم، البته 3 ماه طول کشید برای اینکه 14-15 صفحه شعر اصلا یک کار خیلی مشکلی بود.
قرار بود من بخونم و خانم زاکاریان دکلمه کنن. این قرار بود کیو کیو بنگ بنگ رو من بخونم. بعد از یه مدت خانم زاکاریان گفتن که من این با خانم آتشین حرف میزدم و این ترانه رو خوندم و ایشون گفتم من این ترانه رو میخوام. زویا جان من کار دادم برای تنظیم به آقای چشم‌آذر، ما داریم کار رو ضبط میکنیم. گفتشون گفتن همون جوری که من اون دوتا ترانه رو دادم ایشون هم این ترانه رو بده به من. گفتم خب اون فرق میکنه، ایشون میخواست فیلم بازی کنه، من هم ترانه رو میخونم. خیلی هم دلخور شدم اما قبول کردم، یعنی مسئولیت آقای چشم‌آذر رو پذیرفتم و آهنگم رو برداشتم از روی شعر و شعر رو لخت منتقل کردم به خانم آتشین. موسیقی من رو اون شعر منتقل نشد به ایشون، فقط شعر رفت. یه آلبوم من منتشر شد. بعد چند وقت خانم زویا به من زنگ زد گفت اون ملودی کیو کیو بنگ بنگ رو چه کار کردی؟ من چه کار میتونم با این ملودی بکنم؟ یه کار بزرگ بود که من انجام دادم و اینجوری شد. گفتم خب بیا یه ترانه یه شعر دیگه رو این بگو. گفت نه، تو حاضری که این ملودی رو پای تلفن بخونی برای خانم آتشین؟ گفتم مگه ایشون قراره اون یاران خودشون بسازن اینو؟ گفت والا با هر کی مطرح کرده نکردن. گفتم ما نمیتونیم رو این کار کنیم، شعر طولانیه، اصلا اصلا خوبه که شما هم نخونی این کارو، چون کار طولانیه، 20 دقیقه کار میشه و ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم. گفتم که باش میخونم. منتها کاری که میخونم قرار بود زویا یه بخشش رو دکلمه کنه. اصلا ما با زویا تمرین کرده بودیم که این کار رو ببریم استودیو، یعنی با پیانو من میشستم میخوندم، زویا پارتا رو دکلمه میکرد، جاها رو مشخص کرده بودیم. که ایشون تماس گرفتن از کانادا و پای تلفن من ملودی رو خوندم. ایشون گفتن که من این کارو میخوام. کی تنظیم بکنه؟ گفتم که آقای چشم‌آذر. گفتم ایشون عین جمله گفت ما هم تابع زوریم. این جمله ایشونه. هر وقت که می‌خواست کاری انجام بده و راضی بود میگه ما هم تابع زوریم. کار خب چشم‌آذر تنظیم کرده بود کارو. خب یک بخش هایی از این ترانه باید عوض میشد چون برای صدای من ساخته شده بود. گفتم من باید یه بخش هایی از این کار رو عوض بکنم که مناسب صدای شما باشه. به هر جای یک ماه دیگه کار و کار رو با کردیم. گفتم خانم زویا گفت کپی رو بده. گفتم نمیدم. خب چرا؟ گفتم خب یعنی چی؟ وقتی پای تلفنشون گفتن من کارو میخوام که قرار نیست من کپی بدم که. چشم‌آذر اونور هست، مسئولیت من هم هستم. شما دستمزدتون رو دریافت کردین، لطف کنین بگین دستمزد رو بدن. هر وقت دستمزد رو دادن بنده کارو تقدیم میکنم. چند وقت گذشت و حتی آقای دلجو هم از من درخواست کردن که من این کپی رو بدم. ایشون برای 3 کنسرت با شما قرار بود بیاد آمریکا، درسته؟ آخرین کنسرت های شما با ایشون. نه آخرین کنسرت جزو قرارداد نیدرلندر بود که آخرین کنسرت که برای شما اجرا کرد همین 3 بود. همون دیگه ما نیدرلندر و ما بله همین 3 بود. درست. سفر کرد به این، یکی واشنگتن بود، یکی لس آنجلس بود، یکی هم اورنج کاونتی. ایشون سفر کردن به آمریکا. تلفن کردن، شما یه هتلی براشون گرفته بودین سانتا مونیکا اویلیو استارز. بله. ساندریجس. بله. دعوت کردن، بنده به خانم زویا رفتم، ایشون دستمزد رو پرداخت کردن، بنده هم کپی کارو بهشون دادم. ایشون گله کردن که مگه من دزدم که گله به جایی هم بود. تو این کار مثل بچه منی، این چطور اعتماد نداشتی؟ گفتم عزیزم ما خیلی هم شما رو دوست داریم، خیلی هم شما عزیزی، اما هر کسی برای کارش یه پالیسی داره. به هر جهت من اگه این کارو میدادم مطمئن نبودم که یاران شما اونجا چجور با این کار برخورد میکنن و شما چجور با این کار برخورد میکنی. ها؟
پس من صبر کردم، شما بیای کار رو دوباره گوش میکنی، اگه دوست داری میخونی، اگرم کارت یاران کیان؟ خب بالاخره دوستان خودشون بودن دیگه، کسانی که اونجا باشون همکاری میکردن، آقای بابک امینی بودن، دوستان دیگه ایشون بودن، کسایی بودن که من بدون اینکه دستمزدم رو نگیرم کاری رو منتقل نمیکنم. برجای من سابقه کار با همه خوانندگان عزیز رو داشتم، ایشون آخرین خواننده ای بودن که من بهشون کار دادم، نه اولی. به هر جهت من کار رو تقدیم کردم و کیو کیو بنگ بنگ. اگر از شما از من بپرسین یکی از افتخاراتت در کارنامه هنری چیه، شما شک نکنید من میگم کیو کیو بنگ بنگ، برای اینکه این کار استثنایی بود و اجرای ایشون فوق‌العاده بود. من فکر میکنم صادقانه خدایی اگه بخوام حرف بزنم، سرنوشت این ترانه با اجرای گوگوش عوض شد. اگر من میخوندم این کار تأثیرش این اندازه هرگز روی مردم نمیشد. بقیدم دارید که اینقدر این آهنگ کار کرده، چه در هیچ کنسرت گوگوش این آهنگ اجرا نشد که شما باشم کنید؟ نه این آخه این ترانه ای نبود که بشه رو صحنه اجرا کرد. ترانه سنگینی بود علی جان. 14 صفحه شعر. شما ببین هر ترانه ای رو شما نمیتونی رو صحنه اجرا بکنی. صحنه یک ماجرای دیگه ای داره. جایی کوتاه کردن نداره. نه اصلا نمیشد. و اینکه قصه ای بود که از یه جایی شروع شد و به جایی ختم میشد، اصلا قابل اجرا نبود روی صحنه. واسشون اصلا یادش نمیموند اون همه شعر، بعد از رو کاغذ میخوند همه رو. امکان پذیر نبود. یه ترانه دیگه ماکسیمم میشه 4 دقیقه 5 دقیقه و خواننده میخونه دیگه. خب کتاب کیو کیو بنگ بنگ بسته شد، این آهنگم اجرا شد. دوستی شما چطوری شروع شد؟ خب خود این دوستیه دیگه. خب یعنی این وقتی شما یه همکاری رو آغاز میکنی، خب خودش دوستیه دیگه. بعدش باعث آشناییه. ببین علی جان، برای مهرداد امتیاز بزرگی بود که ایشون در میون این همه آهنگساز و دوستانشون کار من رو بخونن. میگه شک داریم در این؟ امتیاز بزرگی بود. اما خب من کاری با کنسرت هایشون نداشتم، یعنی فقط ترانه رو دادم، بعدم با هم رو دادم، با هم و آهوی عشق هم داشتیم، گاهی هم همدیگر میدیدیم، منزل ما میومدن، ولی در همین حد، چیزی نه بیشتر نه کمتر. تا اینکه باشید، تا برنامه دیگر، وقت دیگر، خدا میاد. چرا من وارد این ماجرا کردم؟ در برنامه بعدی آن کات، یعنی برای روپردازی سناریو نداشتیم. اینا رو نزدیک دیدن. اگر 12,000 نفر نیومدن، ایشون از شما دستمزد نمیگیره. شما خود خواننده رو نمید میبینی به شما امضا کنه؟ مگه امکان این هست؟ ما وقتی خطاهای خودمون رو بپذیریم، اشتباهاتمون رو قبول میکنیم و تکرار نکنیم، اون موقع میتونیم آدم های بهتری باشیم. عصبانی میتونیم. این کنسرت ها، این سه تا کنسرت اشتباه مت میکنیم شد. قربانی نیدرلندر شد. تصویرش رو دارم. بزنیم بخونه. جلوش رو نگیریم. بعضی موقع کاری نکردن یعنی خیلی کار کردن است. اون کسی دیگه ای بود که نمیتاسی اتفاق بود. خوشحال، همه خوشحال. کامبیس با من همسده 4 بار منزل ایشون نرفت. هر پولی که به حساب من وارد شده مشخصه، هر پولی هم که به حساب ایشون وارد شده مشخصه. من جلوی دزدی رو گرفتم. ببخشید شما اصلا نفهمید چی میگی؟ شلخته.